بازی کنه موقعیت سنج استقلال. آیا استقلال کاپ قهرمانی رو بالای سر خواهد برد؟ یرکوویچ چالبلو درون دروازه است، با چپ خواهد زد، یرکوویچ میزنه و توی دروازه، توی دروازه. استقلال قهرمان جام حذفی میشه. ضیافت پنالتی ها به نفع استقلال رقم میخوره. تا اینچنین شادی بازیکنان استقلال در ورزشگاه حافظیه رقم بخوره. ببینید چگونه استقلالی ها به خوشحالی میپردازن. حالا تعداد زیادی از افراد متفرقه هم درون زمین دیده میشن، مسئله ای که همیشه در فوتبال ما دیده شده. تبریک میگیم به استقلال، همچنین تیم شاهین بوشهر. شاهین بوشهر هم فوق‌العاده بود، در حد توان خودش خیلی خوب کار کرد. دو تا تیم با سابقه و خوب فوتبال کشورمون، استقلال تهران و شاهین بوشهر، به هر دو تبریک و خسته نباشید میگیم. و این در حالیه که به هر شکل قهرمانی از آن تیم استقلال میشه و استقلالی ها باید در ورزشگاه حافظیه دور افتخار بزنن. مراسم خاصی هم برای اهدای کاپ قهرمانی در واقع فراهم هست. ببینیم چه زمان زمین حافظیه قدری آرامتر و خلوتتر خواهد شد و مراسم اهدای جام رو در خدمتتون خواهیم بود. آفرین به استقلالی ها، میان دلجویی میکنند از بازیکنهای شاهین بوشهر، کار پسندیده از بازیکنهای استقلال. هر دو تیم تلاش کردند. سید مهدی رحمتی در حلقه طرفداران خودش، حرکت او به سمت طالبلو، آفرین به سید مهدی رحمتی، آفرین به وحید طالبلو. به هر دو تیم خسته نباشید میگیم. تلاش 120 دقیقه‌ای استقلال و شاهین بوشهر. حالا سید مهدی رحمتی روی دوش طرفدارای خودش دور افتخار میزنه در ورزشگاه حافظیه و به این شکل استقلالی ها در نهمین فینال جام حذفی که حضور داشتن، ششمین کاپ قهرمانی رو بالای سر خواهند برد. این هم طرفداران استقلال که سر از پا نمیشناسن. واقعا ضربات پنالتی ضرباتی هست و شرایطی هست که هیچ چیز درش قابل پیش بینی نیست. میتونستون ضربات شاهینی ها گل بشه، اما این تجربه استقلالی ها بود و در نهایت نتیجه 4-1 که در ضربات پنالتی حکم برتری استقلال در فینال جام حذفی داد. این هم بازیکنان شاهین، اونا هم خسته نباشند. بو خسروانی که الحق و بلانصاف تمام تلاش خودش رو برای بازیکن شاهین و تیم شاهین انجام داد، اما خدمتتون عرض میکنم با پنالتی دیگه نمیشه واقعا هیچ چیز رو پیش بینی کرد. حالا آیه فتح‌الله زاده هم در حلقه طرفداران استقلال درون زمین و بازیکنهای این تیم به روی دوش گذاشته میشه و مورد تشویق قرار میگیره. آیه مظلومی اولین جامی که قول داده بود برای استقلالی ها به ارمغان بیاره به طرفداران این تیم هدیه میکنه. پژمان منتظری، مهدی امیرآبادی، میلاد میدابودی، حمودی، حنیف عمرانزاده که خوشحالی از خودش نشون میده، یرکوویچ و سایر بازیکن‌ها، و این هم تقابل غم و غصه برای پورخسروانی. ورزش هست و فوتبال و همین تقابل‌ها و همین شرایط در واقع به این ورزش اون شور هیجان خاص رو میپردازه. دور افتخار استقلالی ها در ورزشگاه حافظیه.
خب استتون بخیر باشه. جا داره از طرف خودم همکارانم قهرمانی استقلال رو به هواداران این تیم، خود مسئولین و بازیکنان باشگاه هم تبریک بگیم و یه خسته نباشید جانانم به شاهین بوشهریار که خیلی بازی پایاپایی رو برگزار کردن و فقط در ضربات پنالتی بود که مغلوب شدن. استقلالی ها نماز شکر رو به جا آوردن تو این فاصله که پیام های بازرگانی پخش میشد. دوستان میگم متاسفانه وقت نداریم که به هر حال قهرمانی رو و اهدای جام رو در خدمتتون باشیم. به هر حال با آرزوی روزهای خوب برای فوتبالمون، تبریک مجدد به استقلالیا. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. فردا بازی نفت و پرسپولیس رو میتونید تماشا بفرمایید. خدا نگهدار و با امیدید.